با سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه در کنفرانس خبری مشترکی تأکید کردند که غرب خواستار توافق اتمی با ایران است اما هنوز اختلافات مهمی میان طرفین وجود دارد در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد طرفین مذاکرات هسته را به اتخاذ سیاستی منعطف دعوت کرد که به این مناقشه دوازده ساله پایان دهد در حالی که مذاکرات نهایی میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین در جریان است جان کری به این مذاکرات پیوسته است در این خصوص یک دیدار سهجانبه میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاتر نشتون هماهنگ کننده گروه پنج به یک در وین برگزار شد در همین راستا فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد گفتگوهای هسته میان ایران و گروه پنج بعلاوه یک سخت است و شکاف های عمده همچنان وجود دارند و اگر خواهان موفقیت هستیم به این بیشتری مورد نیاز است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت بر دستیابی به توافق هسته متمرکز هستیم و از ارائه جزیات بیشتر خودداری کرد. در همین حال لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبری مشترک خود با جان همتای آمریکاییش با اشاره به مذاکرات اتمی با ایران گفت ما خواستار توافق هستیم اما موضوعات مهم مورد اختلاف همچنان باقی مانده است آقای فابیوس گفته امیدواریم که بتوانیم این اختلافات را در روزهای پیش رو کاهش دهیم اما این مسئله بستگی به رویکرد طرف ایرانی دارد از دیگر جان کری نیز در کنفرانس خبری جداگانه که در سفارت آمریکا در پاریس برگزار شد بر موضع مشترک غرب در قبال مناقشه هسته ای ایران تاکید کرد آقای کری گفت ما درباره اصول بنیادی با یکدیگر توافق داریم که این امر قابل اثبات است و ما از اتحاد خود مطمئن هستیم آقای کری همچنین درباره تمدید احتمالی مذاکرات هسته با ایران تصریح کرد ما درباره تمدید مذاکرات بحث نمی کنیم ما مذاکره کنیم و تلاشمان این است که به توافق دست یابیم اگر در لحظات آخر به این نتیجه برسیم که باید راههای دیگر را بررسی کنیم آن وقت چنین خواهیم کرد خبرگزاری رویترز اما در گزارش دیگر به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات اتمی نوشته است احتمال تمدید سماهی این مذاکرات وجود دارد رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است احتمال دارد که در این مرحله یک توافق موقت به دست بیاید یا در بهترین حالت ممکن است طرفین تا روز دوشنبه بر سر چارچوب توافق نامه به تفاهم برسند که در هفته و ماه های بعد روی آن کار شود. این گزارش با اظهارات مشابه یک مقام ایرانی نیز همراه است که میگوید طرفین به زمان بیشتری برای حل برخی از مسائل فنی نیاز دارند. مقام ایرانی همچنین تاکید کرده که هنوز زمان بندی بر سر لغو تحریم های ایران یک مسئله عمده در مذاکرات است در تحول دیگر اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همراه با الیت انجل دیگر نماینده کنگره با اشاره به آخرین دور مذاکرات هسته ایران و گروه پنج علاوه یک تاکید کردند هر گونه توافق احتمالی با ایران باید همه راه ها برای دستیابی تهران به ظرفیت تولید سلاح هسته ای را مسدود کند. در بیانیه که آقای رویس و آقای انجل منتشر کردند به تلاش ایران برای حفظ هزاران سانتریفیوژی که در اختیار دارد اشاره شده و گفته شده ما عمیقا درباره گزارش هایی که بیان می کند ایران در صدد حفظ بخش اعظم زیر ساخت های خود و نه تعطیلی آنهاست احساس نگرانی میکنیم این نمایندگان کنگره خاطر نشان کردند که تایید غنیسازی اورانیوم در ایران انحرافی بنیادی و پرمخاطره از سیاست چند دهی آمریکا در رابطه با عدم تکثیر سلاحهای کشتار جمعی است از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید طولانی شدن مذاکرات به نفع قدرت های جهانی نیست و گفته کشورهای گروه پنج علاوه یک نباید ایران را از راهی که انتخاب کرده معیوز کنند در همین حال بانکیمون مون دبیر کل سازمان ملل متحد طرفین مذاکرات هسته ای را به اتخاذ سیاستی منعطف دعوت کرد که به این مناقشه دوازده ساله پایان دهد دفتر مطبوعاتی آقای بان با اشاره به مذاکرات هسته ای در وین اعلام کرده آقای بان اعتقاد دارد دستیابی به چنین توافقی به تقویت امنیت و صلح بینالمللی و منطقه‌ای یاری میرساند گروهی از سایت‌های کار گزارش کردند دولت حسن روحانی خود را برای برگزاری جشن توافق هسته‌ای در چهارم آذر ماه آماده کرده است آنطور که محافظه‌کاران تندرو اعلام کردند ایران و گروه پنج علاوه یک بر سر امضای توافقی مشابه توافقنامه ژنو به نتیجه واحد رسیدند و این توافقنامه سوم آذر ماه امضا خواهد شد به نوشته این سایت ها در این توافقنامه ایران تعهدات مشابهی مانند توافقنامه ژنو را پذیرفته و در مقابل نیست آمریکا و غرب بخشی از تحریم ها را به صورت مشروط معلق خواهند کرد هفته گذشته محمود نبویان نماینده محافظه کار مجلس گفته بود به هر قیمتی که شده نباید گذاشت جشن هسته یه سوم آذر برگزار شود در حالی که مذاکرات ایران با کشورهای پنج به علاوه یک همچنان ادامه دارد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی همکاری لازم را در خصوص مسائل هسته‌ای خود ارائه نکرده است در همین حال یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که ایران باید برای توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات وین گفته است ایران نتوانسته است توضیحات لازم را پیرامون احتمال تحقیق در خصوص تولید بمب اتم ارائه کند آقای آمانو همچنین از ایران خواست تا در یک برنامه بازرسی طولانی مدت با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند در همین حال آقای نجفی سفیر ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید برخی کشورها اطلاعاتی نادرست و ساختگی به آژانس ارائه کردند از دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه ایران با بازرسی ویژه از سایت های هسته خود موافقت نخواهد کرد از امضای پروتکلی خبر داد که در صورت نهایی شدن روسیه در ایران سوخت اتمی تولید خواهد کرد علی اکبر صالحی با بیان اینکه ایران دو سال و نیم است که پروتکل الحاقی را اجرا کرده گفته است هیچ نوع بازرسی یا پروسه‌ای که ویژه باشد را نمیپذیریم. به تصریح کرده تمامی مکانیسم ها موجود است بنابراین نمیپذیریم کشور ویژه در این رابطه باشیم به ای که بالاترین مقام اجرایی کشور بر این امر تاکید فراوانی دارد در رویدادی دیگر فدریکا موگرنی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست با اتخاذ تصمیمی استراتژیک امکان دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه پنج به یک را فراهم آورد این مقام اتحادیه ای اروپا با اشاره به آخرین دور مذاکرات هسته میان ایران و قدرت جهانی که اکنون در وین در جریان است ابراز امیدواری کرده که طرفین بتوانند به یک راه حل جامع و طولانی مدت دیپلماتیک دست یابند که دقدقه های را در رابطه با مسائل هسته ایران رفع کند خانم موگرینی همچنین گفته اکنون زمان آن رسیده که ایران با اتخاذ یک تصمیم استراتژیک امکانی برای توافق نهایی و تاریخی درباره مسئله هسته را فراهم آورد که این امر آغازگر فصل جدیدی در روابط میان ایران و جامعه جهانی خواهد بود در شرایطی که مذاکرات در وین در جریان است جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در وین به مذاکرات هسته ای با ایران پیوسته یک مقام آمریکایی گفته است جان کری اوضاع را ارزیابی خواهد کرد و آنگاه تصمیم خواهد گرفت که تا پایان این هفته در آنجا بماند یا خیر رویترز همچنین خبر داده است که سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور به وین سفر نخواهد کرد شرکت وزیر خارجه روسیه با توجه به نقش این کشور در مذاکرات اهمیت ویژه ای دارد روسیه هفته گذشته قراردادی با ایران امضا کرد و متعهد شد که دو نیروگاه دیگر در بوشهر بسازد. بر اساس توافقی که میان دو کشور انجام شد روسیه تضمین کرده است که سوخت نیروگاه‌های جدید را دست به مدت 8 سال تامین کند ایران و گروه پنج به علاوه یک تا روز سوم آذر ماه مهلت دارند که به توافقی جامع دست یابند و در این شرایط گمان زنی ها بر سر تمدید مهلت مذاکرات بالا گرفته است اما سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه تاکید دارد مسکو تمایلی به تمدید این مذاکرات ندارد و به جای آن بر حل و فصل مناقشه هسته ای تمرکز دارد. ناظران نسبت به رسیدن به توافق در مهلت تعیین شده تردید دارند. گره اصلی مذاکرات مسئله میزان غنیسازی در برنامه هسته ای ایران و برداشتن سریع تحریم هاست. خبرگزاری رویترز به نقل از ناظرانی که از نزدیک روند مذاکرات را رو دنبال می کنند نوشته است، طرفین درباره تمدید مهلت مذاکرات اظهار نظر علنی نمی اما این احتمال وجود دارد که زمان رسیدن به توافق جامع به دلیل اختلافات شدید تا ماه مارس آینده تمدید شود. محمد سرفراز یا سرفراز رئیس سازمان صدا و سیما با صدور حکمی محمد باقر زهرایی یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران را به سمت ریاست حراست این سازمان منصوب کرد سرفراز در حکم خود از زهرایی خواسته است رفتارها و حرکتهای جریانهای انحرافی و ضد انقلابی را هوشمندانه رسد کند زهرایی با این حکم جایگزین عباس فاطمی رئیس سابق حراست صدا و سیما شده است از این فرمانده سپاه پاسداران به عنوان یکی از فرماندهان مؤثر در نیروی قدس سپاه نام برده می شود که معاونت فرمانده سپاه ولی امر را در کارنامه کاری خود دارد حراست سازمان صدا و سیما یکی از حساس ترین این بخش های این سازمان است که وزارت اطلاعات نقش مستقیمی در امور آن ایفا می کند پس از اعلام عفو حسین درخشان از سوی علی خامنه ای گفتگویی از وی درباره شرایط زندان و همکاری هایش با نهادهای امنیتی و قضایی منتشر شده است وی در این گفتگو تصریح کرده که به درخواست اسفندیار رحیم مشایی به ایران باز نگشته است محمود احمدی نژاد درباره پروندهش به قوه قضایی نامه نوشته بود و برخی نیروهای حزب الله با وی دشمنی داشته و دارند وی برای نخستین بار اعلام کرده که مقام های قضایی و امنیتی از تحلیل های وی درباره انتخابات سال 88 در تهیه کیفرخواست علیه بازداشت شدگان آن سال استفاده کردند. آقای درخشان اضافه کرده در بازجویی‌های اعلام کرده برای انجام مصاحبه یا انتشار مقاله درباره مسائل مربوط به خارج از ایران و تجربه های خود در کشورهای خارجی آماده است. آقای درخشان که به حدود 20 سال زندان محکوم شده بود در ششمین سال دوران محکومیتش مورد عفو رهبری قرار گرفته است روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی حسر روحانی را متهم کرده که به نمایندگان مجلس بیش از آنچه در قانون تعیین شده بها داده است و برخی نمایندگان وزرای دولت را زیر سلطه خود قرار دادند این روزنامه نوشته است حضور مخالفان دولت در وزارت کشور و در سطح استاندارد ها فرمانداری و بخشداری ها باعث خواهد شد که دولت در انتخابات آینده مجلس از کارگزاران قابل اعتماد در بسیاری از مناطق محروم باشد و به همین دلیل معلوم نیست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد وزارت کشور دولت روحانی در اختیار رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است این روزنامه مخالفان دولت را متهم کرده که میخواهند وزارت علوم را در اختیار خود بگیرند و خطاب به حسن روحانی گفته که نباید تسلیم آنها شود. محمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد اعضای دولت یازدهم را مسن و دارای تحرک کم نامیده که به علت کهولت سن به مشکلات جامعه کمتر توجه دارد وی همچنین گفت که حسن روحانی باید در رویه خود در معرفی گذینه های وزارت علوم تجدید نظر کند روشهای های رسانه حامی دولت نخنما شده اند و جریان محافظ کاری برای مردم ایران جذابیت دارد وی به محافظ توصیه کرده در شرایط کنونی که رقیبی فعال همچون اصلاح طلبان در صحنه حاضر است عقل سلیم حکم می کند در کنار هم باشند وی اصلاح طلبان را به نداشتن سهصد صدر و انحصار طلبی در قدرت متهم کرده است یک دادگاه تجدید نظر در سوئد به تقاضای جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس برای ختم پرونده و لغو حکم بازداشت او پاسخ منفی داده است جولیان آسانج از دو سال پیش به سفارتخانه اکوادور پناهنده شده و تاکنون از آن خارج نشده است. دادگاه تجدید نظر به درخواست جولیان آسانج، مؤسس وبسایت ویکیلیکس، به درخواست لغو حکم بازداشت وی پاسخ منفی داده و دوباره این حکم را تایید کرده است. حکم بازداشت به منظور بازجویی از آسانج پیرامون پرونده مربوط به اتهام تجاوز جنسی علیه وی صادر شده است. بر اساس این گزارش، دادستان پرونده جولیان آسانج مورد انتقاد قرار گرفته که پرونده وی را پیگیری نکرده و رسیدگی به این موضوع متوقف مانده است. دادگاه تجدید نظر عقیده دارد که آسانج باید در لندن بازجویی شود. این دادگاه از دادستان پرونده خواسته تا از روشهای مختلف برای پیشبرد تحقیقات مربوط به پرونده این متهم استفاده کنند آسانج از دو سال پیش به سفارتخانه اکوادور پناهنده شده و تا کنون از آن خارج نشده است او از سال 2010 میلادی با اتهام تجاوز جنسی در سوئد روبروست و چنانچه از سفارت خارج شود با خطر دستگیری و استرداد به سوئد و پس از آن به آمریکا مواجه است. نیکولاس وگنرت از مشاوران دادگاه تجدید نظر سوئد درباره راههای متفاوت تحقیق پیرامون پرونده آسانج به خبرنگاران گفته است این را خود دادستان می داند. مثلا می توانند او را در لندن بازجویی کنند. پر ساموئلسون وکیل سوئدی آسانج در تماس تلفنی با موکل خود رأی دادگاه تجدید نظر سوئد را به وی اطلاع داده است. این وکیل به خبرنگاران گفته طبیعی است که آسانج از این حکم ناراضی باشد اما او همچنان با اطمینان و با اعتماد به نفس حق را به نفع خود میداند. وکیل آسانج حکم دادگاه تجدید نظر را نشانه بنبست در پرونده آسانج دانسته است. آسانج نیز از وی خواسته است تا پرونده را به دادگاه عالی کشور بکشاند. گفته می شود که وضعیت سلامت آسانج که از دو سال پیش تا کنون از ساختمان سفارت اکوادور خارج نشده مساعد نیست و با مشکلات قلبی و ریوی روبروست. او پیشتر از کمبود شدید آفتاب نیز شکایت کرده بود. فعالان حقوق بشر و های اکوادوری معتقدند که آسانج در خطر انتقال از سوئد به آمریکاست، جایی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شود. حامیان آسانج مدعی هستند که آمریکا پیشتر به خاطر انتشار اسناد دیپلماتیک آمریکا به خصوص مدارکی درباره جنگ عراق و افغانستان توسط ویکیلیکس او را تحت تعقیب قرار داده است. آنها تمام این ماجرا را پاپوشی برای آسانج می دانند. آسانج در سوئد هنوز با هیچ حکم یا محکومیت قضایی روبرو نیست ولی پلیس می خواهد در ارتباط با اتهامات وارده از او بازجویی کند. آسانج میگوید حاضر است در لندن به سوالات آنان پاسخ دهد اما دستگاه قضایی سوئد این روش را رو مناسب نمی داند. وبسایت ویکیلیکس به دلیل افشای اسناد و مدارک محرمانه بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت آمریکا توجه جهانی را به خود جلب کرد. در سال 2010 این وبسایت حدود 250 هزار سند طبقه بندی شده وزارت امور خارجه آمریکا را منتشر کرد و به افشای برخی اسرار پشت پرده پرداخت. نیروهای امنیتی اردن شامگاه پنجشنبه معاون رهبر اخوان المسلمین این کشور را بازداشت کردند به گزارش رسانه های اردنی زکی بنی ارشید معاون رهبر اخوان المسلمین این کشور پس از دستگیری تحویل دادستان کل دادگاه امنیت اردن شد قانون شکنی توهین به امارات متحده عربی به عنوان کشور دوست و تلاش برای برهم زدن رابطه دو کشور از جمله اتهامات معاون رهبر اخبار المسلمین اردن عنوان شده است رزوان طالب الحمدونی یکی از بلند اعضای گروه داعش که رهبری این گروه در شهر موسل عراق را بر عهده داشته کشته شد وی اصل چهارشنبه در موسل واقع در شمال عراق کشته شده است این شهر در ماه جوان به اشغال گروه حکومت اسلامی درآمد با این حال دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که آنها نمی توانند کشته شدن سرکرده داعش در موسل را تایید کنند همدونی از طرف ابوبکر البغدادی به عنوان والی موسل انتخاب شده بود پیشتر برخی منابع در عراق گفته بودند که ابوبکر بغدادی رهبر خودخوانده گروه دولت اسلامی در حمله هوایی نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا در عراق کشته شده است اما چند روز بعد یک پیام صوتی منتصب به وی منتشر شد که قسمت اعظمان فراخان برای مبارزه با عربستان سعودی بوده است اتحادیه بین المللی مخابرات اتحادیه بین المللی مخابرات از دولت ها خواست استاندارد ها و ممنوعیت تعیین شده در انتشار امواج رادیویی را که به دلیل حفظ سلامتی مردم مقرر شده رعایت کنند این ممنوعیت شامل پارازیت های نیز می شود کارشناسان می گویند پارازیت های برای سلامتی انسان به شدت مضر هستند و عوارضی چون تضعیف سیستم دفاعی بدن افزایش ناباروری در مردان ابتلا به آلزایمر و پارکینسون اختلالات عصبی سردرد و چشمدرد در پی دارند تا کنون هیچ یک از نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال پارازیت های ماهواره ایران نپذیرفتند اما روح الله حسینیان پیشتر گفته بود شورای امنیت ملی تصمیم به نصب دکل های ارسال پارازیت گرفته و مسئولیت نصب دکل های ارسال پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده است علی اکبر موسوی خوینی نماینده دوره ششم مجلس ایران و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مورد قطنامه تادی بینومنالی مخابرات گفت این, قطنا... این, قطنامه مح... محکم ترین سند جهانی دال بر وجود نگرانی های واقعی از خطرات پخش خارج از استاندارد امواج رادیویی از جمله پارازیت های بر روی سلامت شهروندان است جدایی طلبان مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین میانجیگری آمریکا و اتحادیه اروپا را برای حل اختلافات با حکومت مرکزی اوکراین رد کردند. آندره بورگین یک فرمانده جدایی طلبان منطقه دونتسک میانجیگری آمریکا و اتحادیه اروپا را برای حل بحران اوکراین غیر قابل خ... قبول خواند. دولت اوکراین از میانجیگری غرب حمایت کرده و خواستار برگزاری این مذاکرات با حضور نمایندگان آلمان و فرانسه و لهستان شده است. در این حال روسیه اخیرا میانجیگری آمریکا و اتحادیه اروپا در مسئله اوکراین را رد و بر مذاکره مستقیم بین جدایی طلبان و دولت اوکراین تایید کرده تاکید کرده است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک کنفرانس خبری بار دیگر خواستار سرنگونی رژیم اسد توسط ائتلاف بین المللی شد رئیس جمهوری ترکیه با تاکید مجدد بر مواضع قبلی کشورش در رابطه با بحران سوریه افزود اعتلاف بین المللی علیه داعش هیچ گام مؤثری در جهت آموزش و تجهیز مخالفان معتدل سوری انجام نداده است آقای همچنین بر ضرورت هدف قرار دادن رژیم سوریه از طریق تعیین منطقه پرواز ممنوعه و ایجاد منطقه امن تأکید کرد و گفت نیروهای اعتلاف تا کنون هیچ کدام از پیشنهادات ترکیه را اجرا نکردند و ما در حال حاضر شاهد تحولات جدیدی در منطقه هستیم و افزود تا زمانی که خواسته های ترکیه برآورده نشود ما بر مواضع خود همچنان خواهیم ایستاد ترکیه میگوید صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک یومورتالیک با توان صادراتی 150 هزار بشکه در روز از سر گرفته خواهد شد صادرات نفت از این خط لوله از هشت ماه پیش در پی اختلافات اختلافات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور متوقف شده بود به نام امینی از ترکیه گزارش میدهد روزنامه سبای ترکیه ته گزارشی تحت عنوان شیرهای نفت در عراق باز می شود به نقل از تانریلیز وزیر اقتصاد ترکیه گزارش داده ته روزهای آینده صادرات نفت عراق از بندر جهان ترکیه دوباره آغاز خواهد شد بنابراین گزارش قرار هست که روزانه 150 هزار بشک نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک یا مرتالیک به بازارهای جهانی عرضه بشه از ماه مارس گذشته صادرات نفت عراق از طریق ترکیه متوقف شده بود اقدام یک جانبه اقلیم کردستان عراق برای صدور نفت از خاک ترکیه ماها موجب تنش میان دولت مرکزی عراق و این اقلیم شده بود و البته تا حدودی موجب سردی در روابط عراق با ترکیه بالا گرفتن این تنش ها از هشت ماه پیش هم موجب توقف صادرات نفت از این خط لوله شد پس از توافقی که هفته پیش میان طرفین به دست اومد ترکیه هم از این توافق استقبال کرد روز گذشته تانر ایلیز در این باره گفته تمامی درامت های حاصل از فروش نفت که در بانک های ترکیه واریز شده به ملت عراق تعلق داره این در واقع چند بار هست که این موضوع آقای ایلیز مطرح میکنه او گفت من از درامت صحبت میکنم که به عادی شدن اوضاع در عراق کمک میکنه و این سیستم یعنی صادرات مجدد نفت عراق به طور حتم باید ادامه پیدا بکنه. همینطور روز گذشته احمد داوداوولو، نخست وزیر ترکیه در رأس هیئتی به عراق سفر کرده. یکی از عمده مسائلی که در این سفر میان مقامات دو کشور به بحث گذاشته خواهد شد، همین موضوع صادرات دوباره نفت عراق خواهد بود. چه از اینکه در این سفر آقای داوداوولو با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق دیدار خواهد داشت و این موضوع به بحث گذاشته خواهد شد، او همچنین به اقلیم کردستان عراق سفر میکنه و با مسعود بارزانی نیز درباره توافق اخیر صورت گرفته میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی این کشور صحبت خواهد کرد و همینطور مسئله ادامه صادرات نفت عراق رو به بحث و گفتگو میذارن این نخستین سفر احمد داود اغلو به عراق پس از تشکیل دولت العبادی هستش آقای داود اغلو پیش از این سفر در جمع خبرنگاران گفت که در این سفر موضوع انرژی امنیت و مسئله تروریسم محور گفتگوهای ما با مقامات عراقی خواهد بود خط لوله نفتی کرکوک یومورتالیک برای هر دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است در طی تقریبا دو سال گذشته حدود 25 میلیون که نفت عراق از این مسیر به بازارهای جهانی عرضه شده و به نظر میرسه دو کشور تصمیم دارند در سال 2015 صادرات از این خط لوله رو تا سقف 500 هزار بشکه در روز افزایش بدن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با انتقاد از به گفته او چیدن مهره فتنه در سمت‌های دولتی از مجلس ایران به دلیل رد گزینه های پیشنهادی وزارت علوم تشکر کرد و از حسن روحانی رئیس جمهور خواست در فکر خود تجدید نظر کند آقای جنتی تصریح کرده آیا مقام بالایی که اینها را معرفی می کند خودش این گونه فکر می کند در صورتی که چنین است در فکر خود تجدید نظر کند اگر مشاورانش چنین می مشاورانش را عوض کند دبیر شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه سی آبان تهران با بیان اینکه وزرای پیشنهادی برای, برای تصدی وزارت علوم با فتنه ارتباط داشتند از مجلس ایران به دلیل رأی ندادن آنها تشکر کرد یادآوری می کنم در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به اون به اعتراضهای بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 فتنه گفته می شود پس از معرفی محمد فرهادی به عنوان وزیر جدید پیشنهادی علوم از سوی حسن روحانی رسانه های نزدیک به دولت از براه افتادن موج گسترده پیامک برای تخریب وزیر پیشنهادی جدید و جلوگیری از تایید وی در مجلس خبر میدن غلام علی جفرزاده یکی از نمایندگان مجلس به اینا گفته است چطور این شخصیت که تا دیروز جایگاه ملی داشته و یک پرونده‌ای درباره او مطرح نشده از لحظه ای که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم معرفی می شود جریانی بلا فاصله تلاش دارد تا با پرونده سازی او را متهم کند این نشان می‌دهد نیت ناپاکی در میان است در حالی که این جریانات سیاسی ناپاک و تفرق, تفرق افکن نمیتوانند دوستی و وفاقی که بین سه قوه در جهت اجرای دستورات رهبری وجود دارد دچار خدشه کنند محمد فرهادی پنجمین گزینه حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم رئیس جمعیت هلال احمر است او پیشتر در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر علوم و در دولت محمد خاتمی وزیر بهداشت بود بیژن نامدار زنگره وزیر نفت سیاست جمهوری اسلامی را با توجه به کاهش قیمت نفت خام تشریح کرد وی ضمن تاکید بر ضرورت صرف جویی مردم در زمینه مصرف گاز طبیعی و جلوگیری از هدر رفتن آن تاکید کرد بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت که اعضای اوپک باید از هر گونه که وحدت اوپک را زیر سوال ببرد خودداری کنند وی افزود نباید در داخل کشور به گونه ای عمل کنیم که منافع ملی به دلیل رهایی از فشارهای داخلی زیر پا گذاشته شود آقای زنگنه از آمادگی ایران برای حضور در 166مین نشست عادی سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین خبر داد حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کاهش 25 درصدی قیمت دارو در ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که کاهش قیمت دارو در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد این در حالی است که در گزارش های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از شاخص تورم رشد شاخص بهای گروه بهداشت و درمان دو برابر متوسط تورم بوده است وزیر بهداشت ایران همچنین اعلام کرده که این وزارتخانه مشغول تهیه لایحه‌ای برای ارائه به مجلس است تا برای کسانی که فیلم‌های بیماران را منتشر می‌کنند مجازات تعیین شود در هفته های اخیر انتشار فیلم خارج کردن یک لامپ از واژن یک زن و نیز انتشار فیلمی که گفته شد آخرین لحظات زندگی مرتزا پاشایی خواننده پاپ در بیمارستان بوده واکنش های زیادی را در ایران برانگیخت و بحث حفظ حریم خصوصی بیماران و رعایت محرمان بودن اطلاعات مربوط به بیماران را مطرح کرد ببخشید دولت یازدهم به طور میانگین روزانه 1500 میلیارد ریال یارانه نقدی در بخش های مختلف پرداخت می کند میر سعید نیکزاد لاریجانی معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد که صرف این بودجه در حالی است که سهم راه از بخش بودجه کشور روزانه 160 میلیارد ریال و آب 115 میلیارد ریال است او با اشاره به اینکه دولت انتظار داشته است افراد دارای افراد دارای توان مالی بیشتر از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا پرداخت یارانه در مسیر درست آن هزینه شود گفت به این درخواست پاسخ منفی داده شده پیشتر علی روی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که در آینده نزدیک یارانه نقدی اغنیا حذف می شود رئیس سازمان سینمایی دولت دهم ده گفت جای سوال است که چطور مدیران جدید مشتاقانه به فیلمی چون عصبانی نیستم که فیلمنامش تغییر کرده پروانه نمایش میدن و پس از آن نیز حقایق را کتمان می کنند. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی دولت دهم ده در واکنش به اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه فیلم های مشکلدار امروز سینما در دوره گذشته مجوز گرفته بودند گفت متاسفانه بار نخستی نیست که ایشان چنین اظهاراتی می کنند که با واقعیت تطبیق ندارد ایران به رغم تحریم های بین المللی موفق به خرید چهار هلیکوپتر ساخت آمریکا شده است. این هلیکوپترها کاربرد غیر نظامی داشته و از سوی شرکت هلیکوپتری ایران برای آموزش خلبانان جدید از طریق واسطه خریداری شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده ایران چهار هلیکوپتر ساخت آمریکا خریده است معامله این چهار هلیکوپتر به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه صورت گرفته است. گفته می شود که گفتگوی اولیه برای خریداری این هلیکوپترها در ضمن برگزاری یک نمایشگاه صنایع هوایی در جزیره کیش انجام گرفته است. محمود آزین مدیر شرکت هلیکوپتری ایران اعلام کرده خرید این هلیکوپترها یک شاهکار بوده و ایران موفق شده است با دور زدن تحریم ها این هلیکوپترهای ساخت آمریکا را به ایران وارد کند وی تصریح کرده خرید این هلیکوپترها برای آموزش خلبانان جدید است به گفته محمود آزین ناوگان هلیکوپتری ایران در آغاز انقلاب با داشتن هزار فروند بالگرد سومین ناوگان جهان محسوب میشد اما این وضعیت به تدریج تغییر یافت به افزود ایران در حال حاضر 400 خلبان هواپیما دارد که بیکار هستند و شرکت هلیکوپتری ایران در صدد استفاده از خلبانان با تجربه بیکار برای هدایت هلیکوپتر آقای آزین با اشاره به اینکه هزینه دورهای آموزشی هلیکوپتر 250 میلیون تومان برای هر نفر است گفته در قدم نخست شرکت هلیکوپتری ایران زمینه آموزش و استخدام 20 خلبان جدید را فراهم کرده است به گفته آقای آزین تاکنون برای پرواز هلیکوپترهای غیر نظامی ایران از خلبانان بازنشسته نیروهای مسلح استفاده می شده اما این سیاست تغییر یافته و شرکت هلیکوپتری مایل به آموزش مستقل خلبانان است طرح انتظای شرکت هلیکوپتری ایران در سال 1365 به تصویب مجلس رسید و به وزارت نفت واگذار شد اما در گام بعدی این شرکت به تملک شرکت ملی نفت ایران درآمد و در سال 89 سرانجام به بخش خصوصی واگذار شد بر اساس توافقنامه ژنو کشورهای غربی پذیرفتند که محدودیت خرید قطعات هواپیمای غیر نظامی را برای ایران کاهش دهند با این وجود شرکت های مختلف از فروش قطعات یدکی به ایران همچنان خودداری می کنند. برخی از کارشناسان می گویند هشدارهای عربستان سعودی به شرکت بزرگ هواپیمایی مبنی بر عدم فروش قطعات به ایران برای ادامه وضعیت موجود بی تاثیر نبوده است. هلیکوپترهای خریداری شده از نوع مدل آر 44 هستند. این هلیکوپترها ساخت شرکت آمریکا روبینسون در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. این هلیکوپتر قادر به حمل چهار سرنشین است و دارای موتورهای دار به جای موتورهای سیلندریست. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار. <applause> Ich hab's so